با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. بعد از مدت ها که در یک همچین حالتی نشستم ویدیو ضبط کنم، دیگه ویدیوهای سفر تموم شد، ویدیوهای موزه هواپیمایی تموم شد و برگشتیم به حالت نرمال. یه موضوعی هست که خیلی وقت بود می‌خواستم راجعش صحبت بکنم، ولی یه اتفاقی باعث شد که دیگه حتما امروز صحبت کنم. من همیشه با اینکه در ایران سهمیه خانواده شهید تو دانشگاه هست کاملا مخالف بودم، برای اینکه این درست برعکس داستان شایسته سالاریه. چون مثلا برادر من شهید شده، منی که مثلا چه میدونم نمیتونستم واجد شرایط نبودم دکتر بشم، حالا ممکنه بتونم برم دانشگاه پزشکی دکتر بشم و هزاران نفر از زیر تیغ من بگذرن که ممکنه چون من کارم خوب نیست اونا رو بکشتم بدم یا یه درصدشون رو بکشم. بنابراین من با این سیستم کاملا مخالفم. آقا میخوای به خانواده شهید حال بدی، بهش پول بده، حقوق ماهانه بده، چرا میذاری با جون مردم بازی کنه؟ چرا میذاریش مهندس ساختمانی بشه که ممکنه اون ساختمان پس فردا بیاد پایین بزنه عده زیادی رو بکشه؟ آدمی که واجد شرایط نیست و چرا میذاری تو شغلی که نباید داشته باشه فقط واسه اینکه مثلا برادر شهید شده، بابا شهید شده، خب شده که شده، بهش جایزه بده، بهش پول بده، بهش با حقوق مادام اون بده، ولی نه اینکه دانشگاه بیایی آقا چون برادر شهید شده باید بری دانشگاه خوب و فارغ التحصیل بشی از این دانشگاه خیلی سطح بالا. همین مشکل رو امریکا هم داشت به صورت دیگه. مشکل از این قرار بود که فکر میکنم در دهه 60 میلادی یک قوانینی تصویب کردن که دانشگاه ها یک درصدی رو به سیاه‌پوست و به رنگ های مختلف و هر کسی که در اقلیت یک سهمیه‌ای داشته باشه، و این باز باعث می شد که یه عده‌ای که نباید فرض کن دکتر بشن یا مهندس بشن فقط به خاطر این که جزء یک اقلیت خاص هستن. حالا اگر همین قانون رو می‌خواستن بذارن برای مدت کوتاهی که این اونایی که عقب هستن اقلیت ها خودشون بتونن برسونن، آدم میگه اوکی با 30 سال 40 سال این کارو بکنین که اینا اون فرصت از دست داده رو بتونن چیز کنن، بعد دیگه رسیدن دیگه اینو ورش دارید. ولی خب متاسفانه داستان ادامه داشت. بنابراین مثلا من نوعی اگر سیاه‌پوست بودم شانس رفتنم به دانشگاه خیلی بیشتر میشد تا اونی که هستم، و فکر میکنم حتی چینی ها یه مدت جزء اقلیت بودن، شاید هم هستن. در صورتی که جشن فارغ التحصیلی دانشگاه برکلی من 30 سال پیش رفته بودم، واقعا 90% فارغ التحصیلا مال نژادهای چینی بودن و نمیدونم اینا با اون سهمیه ای رفته بودن تو یا خودشون قبول شده بودن. به هر حال شاگردای خیلی زرنگی هستن چینی ها. دو تا مثال بزنم از این داستان سهمیه ای. یکیش که یه آقای دکتری بود در ایران که مهره مصنوعی می ساخت، مارک سوئیس می زد روش، با شماره یک جنس سوئیسی به قیمت گرون می فروخت. بعد از که هزاران عمل کردن و این مهره رو بدن افراد گذاشتن، گند این مهره در اومد. معلوم شد که این آقا تراشکار بوده، چون در جنگ رشادت کرده بهش اجازه دادن بره دانشگاه و بره طبیب بشه. رفته دانشگاه پزشکی طبیب شده، چون اون مهارت تراشکاری رو داشته به فکرش رسیده که برداره این مهره هایی رو که ساخت سوئیس و علاوه قیمت بالا داره کپی بزنه با یک جنس قراضه‌ای. برداشته کپی زده، هزاران نفر اینو در بدنشون گذاشتن و دوچار مشکل شدن. این مشکل سهمیه. در امریکا میخواید بدونید آقای مایکل جکسون پزشکی داشت که سیاه‌پوست بود مثل خودش. اون روزی که آقای مایکل جکسون سکته میکنه، پزشکش همونجا نشسته بوده، حضور داشته، بلافاصله روش عمل CPR رو انجام میده. CPR اون کاریست که شما با قلب و پمپ میکنید، با دست فشار میدید، بعد تنفس دهان به دهان انجام میدید، دوباره قلب و پمپ میکنید، دوباره فشار. من این دوره شو به چه خاطری توی یکی از این شرکت هایی که بودم دیدم. یکی از اولین اصولش اینه که طرف رو باید در یک جای سفت بخوابونید، مثلا پشتش به زمین باشه، که شما وقتی قلب و فشار میدید واقعا قلبه شروع کنه پمپ شدن. اگه شما در یک جای نرم زیرش مثلا اسفنج بذارید این فشار بدید، فشاره شاید نصفش منتقل میشه به قلب، قلبه خوب پمپ نمیکنه.
این آقای دکتر، آقای مایکل جکسون رو روی دوشک خوشخواب بکنم، این دوشک های که فنر داره رو اون داشته سی پی آر میکرده، یعنی اصلا سی پی آرش اصلا هیچ. اشکال سهمیه‌ای شدن اینه داستان. جمهوری خواه خیلی وقت دنبالش بودن که این داستان سهمیه رو بردارن. منم بهتون گفتم من در مواردی جمهوری خواه رای میدم، در مواردی دموکرات. من شدیداً موافق برداشتن این قانون سهمیه بندی بودم، هم در اینجا هم در ایران. مال ایران هم یک سال دو ساله میخوام راجعش حرف بزنم، هم منتظر فرصت بودم. هری روز در امریکا دیوان عالی کشور 9 نفر رأی دادن که این داستان سهمیه بندی برداشته بشه و دیگه که لازم نیست که هیچ دانشگاهی حتما از سیاپوس اینقدر درصد استخدام کنه و دیگه کسی تو اپلیکیشن لازم نیست نشون بده که نژاد. اصلا الان همیشه سوال جز سوالا بود، شما از چه نژادی هستید؟ سیاه هستید؟ سفید مال امریکای جنوبی هستید؟ سفید کوکیژین یا قفقازی؟ جالبه اینا به خودشون سفیدی که خودشون هستن بهش میگن کوکیژین که میشه قفقازی، حالا چرا من نمیدونم، ولی سفید قفقازی هستید، سفید نمیدونم اسپانیش هستید، چینی هستید، فلان. خلاصه دیگه در اپلیکیشن ها این نباید رعایت بشه و اصلا نباید کسی که داره تقاضا میکنه به هیچ جوری نشون بده نژادش چیه که بخواد فکر کنه در موردش قرار پارتی بازی بشه. این از این دیوان عالی کشوری که 3-4 تاشون رو ترامپ گذاشته و آدم های بیکفایتی هستن به نظر من و نباید میرفتن در اون شغل، از اینا بعیده که همچین قانونی رو، قانون خوبی به نظر من البته، دموکرات ها حتما باش خواهند جنگید، سعی میکنن یه کاریش بکنن، ممکنه در حد ایالت ها تصمیم بگیرن میگن نه ما تو ایالت خودمون میخوایم این کارو بکنیم، به خصوص اگه دانشگاه خصوصی باشه به دولت ربطی نداشته باشه، ولی در حد کلی قانون رو برداشتن. و خیلی جالبه بدونید که الان 6 تا از این دیوان عالی کشوری ها میشه گفتش که مثل جمهوری خواه فکر میکنن حتی اگه عضو نباشن، 3 تاشون دموکراتن. از اون 3 تا دموکرات یک خانوم سیاپوس که جز اونا هست. این قانون وقتی رأی دادن در یه مورد 6-3 رأی دادن تصویب شد، یه مورد مخصوصی بود که دانشگاه هاروارد جز شاکیان بود و در اون مورد به خصوص اون خانم سیاپوس چون خودش فارغ التحصیل هاروارده و حتی در هاروارد فکرم درس میداده یا میده، اونو میگه که من خودم رو تیز بکنم از در این رأی گیری شرکت نمی کنم چون من در دانشگاه هاروارد درس خوندم و درس میدم و چیز نزدیکی به دانشگاه دارم، بنابراین نمیخوام در این رأی شرکت کنم. اون یکی شد 6-2 ولی در چیز کلیه شد 6-3 و میگم به نظر من قانون خیلی خوبیه و از این بعد دیگه اجرا خواهد شد. اون نژادایی که اینجا نمیتونستن خودشونو برسونن، من الان اومدم دکتر آزمایش خون باید بدم اینه که چیزی نباید بخورم، باید یادم باشه یه موقع حتی آب فکر کنم مهم نیست، ولی خب این تست A1C که میگیرم هر 6 ماه، قند خون واقعی رو این نشون میده، اونی که هر روز میگیرید یه چیزایی رو میگه ولی واقعیش این تست A1C. به هر حال این داستان خواستم راجع به صحبت کنم که بله تو ایرانم امیدوارم که این داستان سهمیه شهید و مهید و اینا همه برداشته بشه بر اساس شایسته سالاری ملت برن دانشگاه، نه بر اساس اون کاری که برادرشون کرده، برادری که ممکنه حتی کارشون اصلا به هم ربطی نداشته باشه. من برادری دارم که اصلا سیستم فکری ما کاملا جداست، بنابراین حالا مثلا اون شهید بشه من به خاطرش برم دانشگاه نامردی کامله، برای اینکه اصلا ما عقیده همون یکی نبوده. خب اینم از این تا صدای ما بیشتر از این نگرفته بحث رو همینجا خاتمه بدم. خوب و خوش باشید.